ما معمولا کسایی که با تاریخ سر کار دارن یا مورخند یا تحلیلگر تاریخی هستند، در این قبیل یه درس تاریخ خوندن یا من تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از ایران نیستم. من همونطور که جلسات قبلا برای شما گفتم خودم رو فقط روزنامه‌نگار میدونم، گزارشگر. وقتی که انقلاب شد منم مثل خیلی دیگه مجبور شدم زیرزمینی شم. تو اون دوران که زیرزمینی شده بودم به فکرم افتادش که بالاخره من در طول این سالهایی که روزنامه‌نگار بودم با همه آدم‌های معتبری که در دوره خودم بودن، از سیدیار تا آقای تقی‌زاده و صاحب، اینها باهاشون صحبت کردم، مصاحبه کردم، زندگیشون رو پروفایلشون گرفتم، بعد رو نوشتم رو دوره. برای این حالی مجموعی دارم که این مجموعه رو سرهم کنیم شاید بشه تاریخ معاصر. همچنان شروع کردم اونها رو با همین روایت گونگی، گزارش، نه تحلیل و نه ادعای مستند بودن چاپ کردن. این شروع ماجرا بود 3 سال پیش. بعد از اون خب من 4-5 کتاب نوشتم درباره تاریخ معاصر و درس دادم، نخونده ملا شدم به اصطلاح، ولی هنوز اپروشم با تاریخ، راستش رو بخوام شما بگم، اپروش سیاسی نیست. بیشتر به خصوص سالهای اخیر بعد از سید بهمن 57 بیشتر توجه به تاریخ، توجه سیاسیه. یعنی شاید دلیلش این باشه که انگار که اکثریتی از مردم ایران در پاییز سال 57 یه مرتبه بیخیال تو خونه هاشون داشتن یا سریال